أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود، مصیبت های زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست دادند تسلیت عرض می کنم. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد،
این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. اون اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشه؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه. ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی اول که تأسیس شد، ما فرض میکنیم که به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این میشد که بر فرض اینکه این امر باطل صحیح باشد، فقط رضا خان سلطان باشد، اون هم بر اون اشخاصی که در اون زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشترشون، بلکه الا بعض قلیلی از اونها ادراک اون وقت را نکردند، چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کند؟ بنابراین سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش چیز بود، خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود، مجلس غیر قانونی است. پس من سلطنت محمد رضا هم غیر قانونی است. و اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی اونها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودشه. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این، 80 سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می کنند اونها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این سلطنتی که در اون وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان میگد که ما نمیخواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رأی دادند به این که ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. حالا میایم سراغ دولت هایی که ناشی شده از سلطنت محمد رضا و مجلس هایی که ما داریم. در تمام طول مشروطیت الا بعض از زمانها، اون هم نسبت به بعض از وکلا، مردم دخالت نداشتند در تعیین وکلا. شما الان اطلاع دارید که
در این مجلسی که حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا، و شما ملت ایران هستید، شما ملتی هستید که در تهران سکنا دارید، من از شما مردم تهران سوال می کنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا، شما اطلاع داشتید که اینا را خودتون تعیین کنید؟ اکثر این مردم میشناسند این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند، یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. بنابراین اینهایی که در مجلس نشستند و مال ملت را گرفتند به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. اونهایی هم که در مجلس سنا هستند، اونها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتی که ناشی میشد از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر او غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، مجلس دولتی که از همچه مجلسی و همچه سلطانی انشا بشد، این دولت غیر قانونی است. این ملت حرفی را که داشتند در زمان محمد رضا خان میگفتند که این سلطنت را ما نمیخواهیم و سرنوشت ما با خود ما، در حالا میگن که ما این وکلا را غیر قانونی میدانیم، این مجلس سنا را غیر قانونی میدانیم، این دولت را غیر قانونی میدانیم. آیا کسی که خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است و همه اونها غیر قانونی هستند، میشد که قانونی باشد؟ ما میگیم که شما غیر قانونی هستید، باید برید. ما اعلام میکنیم که الان دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی میکند، حتی خودش قبول ندارد که قانونی است. خودش تا چند سال پیش از این، تا اون وقتی که دستش نیامده بود این وزارت، قبول داشت که غیر قانونی است. حالا چه شده است که میگه من قانونی هستم؟ این مجلس غیر قانونی است. از خود وکلا بپرسید که آیا شما را ملت و تعیین کرده است؟ هر کدوم ادعا کردن که ملت تعیین کرده است، ما دستشون را میدیم دست یه نفر آدم، ببرش در حوزه انتخابیش. در حوزه انتخابیه از مردم سوال میکنیم که این آقا آیا وکیل شما هست؟ شما او را تعیین کردید؟ حتما بدانید که جواب اونها نفی است. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت، و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست می‌تونه امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم، مگر همه ملت دست به هم بدن و کمک کنن تا سالهایی بگذرد و جبران بشد این معنا.
فرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته، به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از این که یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها، خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریبه 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد، تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است، مراکز فساد دیگر الا ماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشا است؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم، ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با او مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ تجدد وقتی که مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پاشا در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید ازش استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیتم باشد، و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدند و همینطور سایر اینجا. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کردند به مملکت ما. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن، اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد، این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش نداره، ارتش هم قبولش نداره، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش، دستور داده که از این پشتیبانی بکنی. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیست قبولش ندارن، بله چند تا از اشرار را دارن که میارن توی خیابان ها، از خودشون از این اشرار فریادم میکنن، از این حرف ها میزنن، لکن ملت این است، این ملت است. میگد که در یه مملکت که دوتا دولت نمیشد، خب واضح است این یه مملکت دوتا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکیه به آراء ملت است، متکیه به حکم خداست. تو باید یا خدا را این کار کنی یا ملت را. باید سر جاش بشیند این آدم، و یا اینکه به امر آمریکا و اینها وادار کند یک دسته از اشرار را، این ملت را قتل عام کند.
ما تا هستیم نمیگذاریم اینها سلطه پیدا کنن، ما نمیگذاریم دوباره اعاده بشد اون حیثیت سابق و اون ظلم های سابق، ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده، اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید، نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده متین که در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه شما را خواهم و من عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم تا اون وقتی که اینها ساقط بشن و ما به واسطه آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی را تعیین بکنیم. و من باید از یک نصیحت به ارتش بکنم و یک تشکر از یک ارکان ارتش، یک قشر های از ارتش. اما اون نصیحتی که می کنم این است که ما می خواهیم که شما مستقل باشید. ماها داریم زحمت می کشیم، ماها خون دادیم، ماها حیثیت و آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتن، زجر کشیدن. می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای سرلشکر، شما نمیخوای مستقل باشی، شما میخوای نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمانه مستشارهای امریکا و اجنبی باشه. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیایید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشن. ما که این حرفا میزنیم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید که چرا میگید من باید مستقل باشم. ما میخوایم تو آقا باشی. و اما تشکر می کنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت. اینها آبروی خودشون را، آبروی کشورشون را، آبروی ملتشون را اینها حفظ کردند. این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و همینطور اونهایی که در اصفهان و در همدان و در سایر جاها اینها تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشون را دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت را کردند، ما از اونها تشکر می‌کنیم. و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها، اسلام برای شما بهتر از کفر است، ملت برای شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما میگیم این مطلب را، شما برای خودتون این کار را بکنید، رها بکنید این را. خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم. این چیزاییست که شماها یا کسانی دیگه درست کردن، و الا این همافرها و این درجادارها و این افسرها که آمدن و متصل شدن، ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم. و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد، ما میخواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما میخواهیم نظام محفوظ باشد، لکن نظام ناشی از ملت، در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران
سرپرستیش را بکنن و دیگران فرمان بهش بدن. Yeah.